سرخط خبرها، خبر خوش و غرورآفرین از نیروی دریایی ارتش. ادعای مشاور سابق پنتاگون از شکست آمریکا در رویارویی با روسیه در جنگ اوکراین و وعده غرب به اوکراین برای ارسال 321 تانک. به نام خدا، سلام. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. رانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش در خبری غرورآفرین اعلام کرد که ناوگروه نیروی دریایی ارتش در غرب آمریکای لاتین پرچم ایران را به اهتزاز درآورده است. به گزارش فارس، امیر دریادار حمزه علی کاویانی، رانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش، در مراسم 40مین روز شهادت شهید امنیت محمد پورمختاری در چالوس گفت قدرت ایران اسلامی با همه فشارهایی که در 44 سال گذشته علیه کشورمان اعمال شده است، روز به روز در حال افزایش است. وی با بیان اینکه بیشتر تجهیزات دفاعی مورد نیاز کشور اکنون در داخل تولید می شود، افزود ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در غرب آمریکای لاتین پرچم ایران اسلامی را به اهتزاز درآورده است و در شمال اقیانوس هند نیز ناوگروه‌های ارتش حضور قدرتمندانه دارند. رانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش قدرت و عزت امروز ایران اسلامی را به برکت خون شهدا و رزمندگان دانست و ادامه داد هدف دشمنان در بیش از 4 دهه اخیر سرنگونی ایران اسلامی بود و می گفتند انقلاب اسلامی 40 سالگی خود را نخواهد دید، اما به هدف خود نرسیدند و نظام اسلامی هر روز قدرتمندتر از پیش شده است. هر توطئه‌ای که در ایران از 300 سال گذشته تا کنون اتفاق افتاده است، ردپای انگلیس و آمریکا در آن دیده می شود، چون که آنها خطر اسلام و تفکر استکبار ستیزی را علیه خود احساس کردند. دریادار کاویانی به حضور نیروهای نظامی آمریکا با هدف تغییر سرنوشت مردم در کشورهای ویتنام، افغانستان، سوریه و عراق اشاره کرد و افزود این حضور برای کشورها جز ویرانی و آوارگی نتیجه دیگری نداشته است. جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه دشمنان در زمینه سخت افزاری مقابل ایران ناکام شدند گفت باید با تفکر اسلامی که شهدا الگوی آن هستند در برابر تفکر استکبار غرب مقابله کرد. مشاور سابق پنتاگون ضمن بیان اینکه ایالات متحده روسیه را در درگیری با اوکراین دست کم گرفته بود، افزود واشنگتن در رویارویی با مسکو در حال شکست خوردن است. داگلاس مک‌گرگور، مشاور سابق پنتاگون و سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا، معتقد است ایالات متحده به شکلی جدی روسیه را در درگیری با اوکراین دست کم گرفته. به گزارش رشد تودی، وی توضیح داد فدراسیون روسیه در داخل شکست نخورد و تسلیم خواسته های جمعی غرب برای تغییر رژیم در مسکو نشد. به گفته وی، آمریکا در رویارویی با روسیه در حال شکست است. مک‌گرگور معتقد است واشنگتن انسجام جامعه روسیه، ظرفیت نظامی پنهان مسکو و مسئولیت آن در مقابل تحریم های اقتصادی غرب را دست کم گرفت. از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده از طریق تشدید فشار تحریم‌ها علیه روسیه و عرضه کمک‌های نظامی به اوکراین با آتش و نارامی‌ها در این کشور دامن زدند. سخنگوی کاخ کرملین اخیراً با بیان اینکه پایان جنگ اوکراین با دستور رئیس جمهور آمریکا به کیف ممکن است گفت، اما کاخ سفید مسیر پمپاژ بیشتر سلاح به این کشور را انتخاب کرده است. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه همچنین ارسال تسلیحات توسط کشورهای غربی به اوکراین را به معنای داخلی مستقیم آنها در جنگ توصیف کرده است. مقام‌های روس بارها گفتند که محموله‌های نظامی ارسالی غرب به اوکراین هدف مشروع نیروهای روسیه است و تانک‌های کشورهای غربی در آتش خواهد سوخت.
وادیم اومیلینچکو سفیر اوکراین در فرانسه خبر داد که حامیان کیف وعده دادن که در مجموع 121 دستگاه تانک به این کشور برای جنگ با روسیه بفرستند. در شرایطی که اظهار نظرها درباره تصمیم آمریکا و آلمان برای ارسال تانک به اوکراین ادامه دارد، سفیر کیف در پاریس درباره وعده حامیان اوکراین برای دادن تانک توضیحاتی ارائه داد. خبرگزاری رویترز گزارشی درباره مصاحبه روز جمعه وادیم اومیلینچکو سفیر اوکراین در فرانسه با شبکه تلویزیونی فرانسوی BFM اعلام کرد که قرار است در مجموع 321 دستگاه تانک به اوکراین داده شود. این مقام اوکراینی تصریح کرد تا به امروز بسیاری از کشورها به طور رسمی موافقت خود را برای تحویل تانک به اوکراین تایید کردند. شرایط تحویل برای هر مورد متفاوت است، اما در اسرع وقت به این کمک نیاز داریم. سفیر اوکراین در فرانسه درباره اینکه هر کشوری قرار است چه تعداد تانک به اوکراین بدهد، اظهار نظر صریحی انجام نداد. آمار وادیم اومیلینچکو درباره شماره تانک‌های وعده داده شده توسط حامیان اوکراین در شرایطی مطرح شده که پنجشنبه هفته گذشته ولایت‌های آمریکا و آلمان اعلام کردند که به اوکراین تانک خواهند داد. اعلام تصمیم واشنگتن و برلین برای ارسال تانک با واکنش تند مقامات مسکو مواجه شده و آنها هشدار دادند که این تانک‌ها در آتش نیروهای ارتش روسیه خواهند سوخت. مسئولان ارشد کشورهای کانادا و اسپانیا هم بعد از اعلام تصمیم آمریکا و آلمان خبر دادند که به اوکراین تانک می‌دهند. اما کاترین کلونا وزیر خارجه فرانسه خبر داد که پاریس هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. بنابر گزارش روزنامه فرانسوی لوموند، فرانسه تانک کافی برای ارسال به اوکراین ندارد. به نوشته این رسانه، فرانسه در حال حاضر تنها 226 تانک در اختیار دارد که بر اساس گفته یه تعداد مشترک ارتش فرانسه این تعداد بسیار محدودی است. در همین حال روزنامه آمریکایی در تحلیلی نوشت تانک‌های ناتو راه حل معجز و آسا برای کیف نیستند که با آن بتوانند پیروز جنگ شوند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله تحلیلی تحت عنوان تانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند روند جنگ اوکراین را معکوس کنند نوشت تانک‌های ناتو راه حل معجز آسا نیستند که به کیف اجازه می‌دهد پیروز جنگ شود. اما ارتش آمریکا یک بار دیگر تلاش خواهد کرد ارتش اوکراین را بازسازی کند تا شانس کیف برای شکستن دفاع محکم روسیه را تقویت نماید. اوکراینی‌ها دوره‌ای تسلیح شده از آن ارتش آمریکا آموزش تسلیحات ترکیبی می‌نامد که اگر سال‌ها طول نکشد ماها برای تسلط خود واحدهای آمریکایی بر آن به طول می‌انجامد را خواهند گذراند. به نوشته این گزارش مشخص نیست چقدر برای پنتاگون آموزش پیچیدگی‌های جنگ مانور تسلیحات ترکیبی به اوکراینی‌ها در مدتی کوتاه واقع‌بینانه است. اما در این حال کیف باید بر بن‌بست نظامی غلبه کند که نیروهای مسلح اوکراین ممکن است بعد از آن که روس‌ها شروع به ساخت دفاع چند سطحی در امتداد خط مواضع تصرف شده کنند با آن مواجه خواهند شد. در ادامه گزارش نشریه آمریکایی آمده است پیشروی این خطوط فقط انتقال یک گردان از تانک‌ها از بین سنگرها نیست و نیاز به حمله هماهنگ با اهداف نشانه گذاری شده پیاده نظام، شلیک تانک‌ها به این مواضع و قطعات توپخانه‌ای که پوشش و پشتیبانی می‌کنند است. چون این مانورهای تسلیحات ترکیبی موضوع تمرینات نظامی است. به نقل از نیویورک تایمز برای تقویت قدرت حمله نیروهای مسلح اوکراین تانک‌های لئوپارد همراه با خودروی جنگی پیاده نظام برادلی وارد حمله خواهند شد. تانک‌ها از سنگرها عبور می‌کنند و راه‌ها را برای پیاده نظام سوار بر خودروهای نظامی برادلی برای حفظ مناطق بازپس گرفته شده باز می‌کنند. به نوشته این گزارش در همین حال بعید است که کمک‌های جدید تسلیحاتی به اوکراین قدرت رسمی کافی برای پیروز شدن کیف در جنگ را افزایش دهند. اما مقام‌ها و تحلیلگران معتقدند کمک زیادی خواهند کرد. زمانی که بسته کامل تجهیزات غربی از راه برسد کیف میتواند سه تیپ اضافی ایجاد کند. کشورهای ناتو به رهبری آمریکا اخیراً کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین را تشدید کردند که با واکنش تند مسکو مواجه شده است. روسیه در پی اعلام تصمیم واشنگتن و برلین برای ارسال تانک به اوکراین هشدار داده که این تانک‌ها مانند سایر تسلیحات ارسالی ناتو در آتش نیروهای ارتش روسیه خواهند سوخت. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر بدرود.